مباحث بین فلسطین و اسرائیل که آمار تلفات شمار تأثیر برانگیزی دارد، فرانسه واکنش نشان داد و جدا از گفته‌های مشخص وزیر خارجه آقای لودریان، باید به سخنان آقای فرانسوا دولتخ سفیر فرانسه در سازمان ملل اشاره کرد که گفت از یک ماه و نیم پیش هشدارهای فرانسه شنیده نشد و بدیهی است که غیبت یک سیاست صحیح کار را دشوارتر می‌سازد. از 3 مارس 99 نفر کشته شدند که 12 نفرشان زیر 18 سال سن داشتند. او گفت آقای مکرون خشونت اخیر را به روشنی محکوم کرده است. اسرائیل جانبدار قانون است و نباید به سمت تظاهر کنندگان دست به اسلحه ببرد. همان گونه که به حماس هشدار می‌دهیم تظاهرات مردم فلسطین را به بیراهه نکشاند. در بخش دیگر آقای دولتخ اضافه می‌کند این سکوت بایستی به یک واکنش عمومی و روشن بدل شود و فرانسه آمادگی خود را در این راه اعلام می‌کند. در عوض خانم نیکی هلی سفیر امریکا در سازمان ملل گفت کدام یک از دولت‌های شما در برابر عملی مشابه سکوت می‌کرده است؟ خانم هلی ارتباط اتفاق را با گشایش سفارت امریکا در اورشلیم نفی نکرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل آقای دانون هم گناه را متوجه حماس دانست که فراهم کننده تظاهرات بود، اما از طرف دیگر واکنش‌ها حتی از سوی همراهان امریکا نظیر عربستان کم نبود. ترکیه نیز سفیر اسرائیل را اخراج کرد. جدا از سخنان شنیده شده، رسانه‌ها فیلم‌های هشدار دهنده ای را نیز انتشار دادند. آقای محمود عباس گفت: استمر المذابح والمجازر بحق شعبنا في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية بؤرة استيطانية أمريكية. کشتار علیه مردم ما ادامه دارد. سفارت امریکا یک کلونی امریکایی است. قبلا کلونی اسرائیلی به مساعدت امریکا داشتیم و حالا برعکس همین امر در اورشلیم شرقی. اما از زمانی که آقای ترامپ خروج برجام را اعلام کرد و حالا در پی افتتاح سفارت امریکا در اورشلیم، نظرات یکی دوتا نیست. از جمله خانم کاتلین پارکر، روزنامه‌نگار و برنده پولیتسر در سال 2010، در واشنگتن پست نوشت آقای ترامپ و همفکرانش رو در روی حقیقت ایستاده اند. همین نشریه واشنگتن پست در مقاله دیگر می نویسد ترامپ باید سیاست ریگان را تقلید کند. اما در دیگر رسانه‌ها نظریاتی هم می گوید کار برای مسکو هم ساده نیست، چون با اسرائیل و عربستان روابط بالای اقتصادی دارد. در اینجا آقای پوتین را در زمان افتتاح پل 19 کیلومتری می‌بینید که شخصا رانندگی کامیون را به عهده گرفت. از سوی دیگر سفر آقای جواد ظریف به بروکسل هم بی نتیجه نبوده، هرچند که از ابتدا می‌دانستیم اروپای 28 که امشب و فردا در بلغارستان رئیس دوره اتحادیه اروپا همین موضوع را دنبال می کنند، امشب شام سران است و فردا ساعت 9 ملاقات سگانه خانم مرکل، تریزا می و آقای مکرون در این ساعت و سپس ساعت 3:30 بعد از ظهر کنفرانس مطبوعاتی آقای مکرون برای روشن شدن بیشتر اذهان. در نقدهای گوناگون این کاریکاتور میگوید آقای ترامپ چگونه مذاکراتی را در سر دارد و بالاخره در اسرائیل نصب تابلوی راهنمای سفارتخانه امریکا را دنبال می کنند بیان که مردم کوچه و خیابان مسیر و نشانی صلح را بدانند، بشناسند و یا امیدوار باشند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها